آقای محمد مهدی حق‌گویان، تشویقشون بکنید. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خیلی متشکرم. خوبی؟ سال نو مبارک. سلامت باشید. قبول باشه نماز روزاتون. متشکرم از شما. بفرمایید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای حق‌گویان مسابقات بین المللی متعددی شرکت کردن، مدعیان در حفظ. شما هم در شأن و در خوره مدعی سوال بپرسین بی ملاحظه، به سرعت. یه پرسش موضوعی میکنم که من یه نکته بگم بعدن دیگه دوستان ادامه بدن. غرور تو جنگ. عرض کنم که من قبلش یه چیزی بگم، اونم این که حاج آقا ما خیلی دوستتون داریم. یعنی من نه دیگه میخوای وقت بخری چه؟ آره آقا ما یه مسئله داریم، میگیم از تعارف کم کن بر مبلغ بیفزا. چرا انجام بده؟ دنبال آیه میگرده این. آره آجا ما داریم صف و صف سلام القاسم. انت تورید تو غیر الموضوع. یعنی غرور تو جنگ. عرض کنم که در مورد غرور در جنگ، خب یک آیه در سوره مارکه توبه داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. خیلی جالب هست. خدا ایناش دیگه زمان میگم. عجب غرور آدمو میزنه زمین. فردی که باشه طرف چهار شب نماز شب میخونه، بعد میره خودشو تو آینه نگاه میکنه، میگن مؤمنین نورانی میشن ها، خدا میزنه پس کلش، نماز صبحش هم قضا میشه. بکش بیا تا جنگ. تو جنگ حنین که جنگ مهمی هم تقریبا نبوده، بعد از فتح مکه بوده، اینا میگفتن که آقا ما اون موقعی که بعد بودیم چهار نفر نصفی بودیم، زدیم اینا رو ترکوندیم. الان که اعجبت کم کثرت کم، این همه تعدادیم، برای خودشون فاکتور کردن. وقتی برای خودشون فاکتور کردن، خدا میگه که نه دیگه نشد. ثم ولیتم مدبرین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. زدید در رفتید. اون جنگ رو ابتداشو باختن. به خاطر چی؟ به خاطر عجب و غرور. اینو ما باید حواسمون باشه، چیزی رو برای خودمون فاکتور نکنیم. هر چی از ما توفیقی الا بالله. هذا من فضل ربي. هذا من فضل ربي. استاذ محمد مهدي ما شاء الله، يعني هذه البسمه، يعني اهل القران وجوههم نور ما شاء الله. بارك الله فيكم. نحن الان سنقرا، سنقول لك رقم الصفحه. صح. وانت فقط تذكر لنا بدايه السوره 253. الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد مثل الجنة بعد ويقول الذين بعد وإذ قال موسى بعد قالت لهم بعد ألم تر أن الله بعد تؤتي أكلها بعد وآتاكم بعد مقطعين مقنعي. لا لا صح صفحة لا ولقد جعلنا لا لا الآن في الصفحة 261 دي بيستو شاسويك هسي مقطعين مقنعي. ولقد جعلنا 63. أنا اشتبهت علي صفحتان مع بعض هكذا. ما شاء الله صفق له انت خطأت. میخواید من حالا یه پیشنهادی میدم؟ یه پله سخت‌تر کنیم. اولای صفحه رو به سمت اول قرآن بریم. برعکس. آره اول هر صفحه به سمت ابتدای قرآن. خب بریم. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. صفحه 203 سوره مبارکه هود جزء 12. ابتدای صفحه رو که تلاوت فرمودید، صفحه قبلش حالا. قال يا قوم أرأيتم. بله. صفحه قبلش إن نقول إلا اعتراك. صفحه قبلش قال يا نوح. صفحه قبل ويصنع الفلك قبلش ويا قوم قبلش أولئك لم يكونوا قبلش أم يقولون قبلش وما من دابة وإن يمسسك الله فلولا كانت قال قد أجيبت وقال فرعون واتلو عليهم. ما يعني أنت تقول قبل أن يقلب الصفحة. پیشنهادی دارم حالا. بفهم. برای اینکه بتونیم یک تعداد بیشتری از روش‌ها رو با سرعت خیلی بالاتری اجرا بکنیم، به یک شخصی نیاز داریم که مسلط باشه به اجرای همه این روش‌ها. من یک دوست خیلی خوبی دارم که در یعنی ما مسلط نبودیم؟ شما مسلط بودید ولی سرعتتون کم بود. چی؟ سرعت شما کم بود. به نظرم جا داره که سرعت کم و خفیده. ما شاء الله.
احسنت من پیشنهادم اینه که اگر موافق باشید از یکی از دوستان از آقای ابراهیم شما تشریف بیارید ما شاء الله اهلا و سهلا من و حسنه چک میکنیم دیگه نه ما شما رو قبول نداریم الان چه کار کنیم بیا اینجا بسم الله الرحمن الرحیم خب یه جا رو باز کنیم خب باز کردم خب هر آیه من انتخاب کنم نه الان اجرا میکنیم صفحه 291 رو آوردم این صفحه سوره بسم الله الرحمن الرحیم سوره مارکه اسراء هست جزء 15 این صفحه سمت راست هست آیه ابتدای صفحه الا رحمتا من ربک آیه انتهای صفحه قل کفا بالله کلمه آخر صفحه کلمه بصیرا ابتدای صفحه بعد چیه و من یهد الله صفحه بعد وبالحق انزلنا ما لهم به من علم صفحه بعد تزلتموه وكذلك اعثرنا واصبر نفسك ودخل جنته المال والبنون ولقد صرفنا فلما جاوز قال الم اقل انما مكننا قال هذا صفحه بعد يا عين صاد يا يحيى خذ الكتاب فكلي واشربي وانذرهم وناديناه رب السماوات خب حالا دویست صفحه برگردید عقب و بگید با چه آیه‌ای تموم میشه لقد کفر الذين قالوا یه سرعت برسیم چی چند دویست صفحه برگردیم عقب دویست استاد صفحه چند بودیم 310 خب دویست صفحه برگردیم 110 ده. با چه آیه تموم میشه لقد کفر الذين قالوا خب برگرد عقب آیه قبل یهدی به الله آیه قبل یا اهل الكتاب آیه قبل ومن الذين قالوا آیه قبل فبما نقضهم آیه قبل ولقد اخذ الله آیه قبل يا ايها الذين آیه قبل والذين كفروا خب حالا صفحه بعد با چه آیه شروع میشه والذين ومن الذين صفحه بعد قالوا يا موسى ان دو صفحه بعد يريدون ان يخرجوا دو صفحه بعد وقفينا على اثارهم واذا ناديتم دو صفحه بعد وحسبوا الا تكون پنج صفحه بعد واذا قيل لهم تعالوا پنج صفحه بعد اي شيء اكبر شهاده ده صفحه بعد ان الله فالق الحب والنوى 200 صفحه بعد بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى ان الله سخر صحيح الله اكبر ما شاء الله يا سلام سلم من ناامیدی در چهره حامد دیدم نه ناامیدی که سوال داریم منم سوال دارم حالا بازمش ناامید شده تو کلت چیه چجوری ورق میزنی ببین وقتی دوش میگیری ورقا به هم نمیچسبه ما میخواییم دو تا روش رو بریم که واقعا روش های مشکلی هست یعنی قرار زرفه بله پله پله سخت‌تر می‌کنیم کار. خب ما اول اون روشی که به سمت اول و آخر قرآن از مرکز حرکت می‌کنیم رو بریم بعد میریم روش. آره روش ترمانه ما خب صفحه 181. بله. بسم الله الرحمن الرحیم سوره مارکه انفال جزء 9. آیه اول صفحه 181 و ما لهم الا يعذبهم 182 واعلموا انما غنمتم 179 دو صفحه قبلش فلم تقتلوهم دو صفحه بعد 184 ذلک بان الله 4 صفحه قبل 177 يسالونك عن الانفال 4 صفحه بعد 186 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم 175 قل لا املك لنفسي 188 كيف يكون للمشركين 173 و اذ نتقن الجبل 190 يبشرهم رب رحمه تشویق نداره الله اکبر قرآن رو دیدم یا سلام همه عدداش هم بخواه پیدا کنی سخته عددشون یعنی چهار صفحه بری قبل چهار عدد بریم اونی هم سخت حالا آیاتش چی؟ برعکس بخونی بپرسید یه شماره صفحه همه کارات برعکس آخه دندقه یعنی یه چیزی بپرس ما حفظ باشیم که بتونیم دنبال کنیم فقط دمون نمازت باید بپرسیم سفر رو بکنیم و اخذو من مکانم کنیم اینو 400 و چی؟ 434 4 اول بعد 3 بعد 4 دو تا رقم دو طرف شبیه همه اینجوری ریاضیات لا یعنی نه 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 آی چیز براش پیدا کن سواد ندارم نه پیدا کرده من از کلمه قریب شروع میکنم کلمه به کلمه برمیگردم قریب مکان من اخذو و فوت فلا فزعو اذ ترا لو و قریب سمیع انه ربی یوحی فبما اهتدیت ان و ربی یوح فبما یوح من الی ربی الی الی یوحی فبما اهتدیت ان و نفسي على أضل فإنما ضللت إن قل يعيد ما والباطل يبطل ما شاء الله الحق جاء قل الله عجيب والله عجيب والله عجيب ما شاء الله ما شاء الله خیلی سخت بود آه یه روش هست از این عجیب تره
حالا بده خب بگی چی روشش. خدا شکر شاگردای ما به جایی میرسن من خوشحال میشم. شاگردان میگن به جایی میرسن من خوشحال میشم. خیلی زحمت کشیدم براش. لگرم یادش رفت یه لحظه. این روش روشیه که واقعا خودم هم نمیدونم سرش چیه. یه جایی رو باز میکنن به اونجا اشاره میکنن آیا عقبویان میخونن. یعنی هر کسی این کارو بکنه، هر کسی که این کارو با اشاره میکنه. آقا این شما یک آیه رو میارین. آقا این من فقط از ایشون من میخوام. آها باید شما بخواید. من تو رو میخوام نگاه کنم. بله نه 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 یعنی الان دست هر کی قرآنو بدیم شما مشکل نداره از مستمعینم باشه حضار. دکتر عقبویان بفرمایین. قال اني عبد الله واتاني الكتاب. آقای رضوان درویش هم تست کنید یه بار. از اون از ایشون بپرسیم. یعنی آقای رضوان هم یه جایی رو باز کنن ببینن. آره میگه شاعرش کیه؟ انا افتح لو سمحت. طيب طيب تفضل. لا 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 تحرك لا تحرك. هنا في كاميرا هنا في كاميرا في هذا الخاتم. لا لا ما في كاميرا. اومده اي دكتور عقبویان همونایی که بردن عزیزمون. من عمل صالح ذكر ان اكون. آقای عقبویان خیلی عالی، ماشاءالله. یه نکته ای من اینجا اتفاقا جاشه که بپرسم. خب که چی؟ این سوال رو، یعنی این که چی که فرمودید، منم خودم اصلا مدعیم برای این که چیه، چون هدف نیست واقعا. آقای بوذری من 14 ساله که مرور نکردم. 14 ساله من روز یک صفحه قرآن میخونم با تدبر، اصلا نیتم تدبره، نیتم مرور نیست. چجوری یادم مونده؟ خب وقتی مخاطب میبینه که بابا یه نفری اومده میگه 14 سال مرور نکردم، حالا اصلا مرورم کرده باشه، داره کلمه کلمه بلکس قرآن رو میخونه، خب پس من میتونم حداقل به ترتیب حفظ بکنم. وقتی یک ذهنی هست که میتونه کلمه کلمه بلکس بخونه، پس خیلی منطقی و خیلی خوبه. آره من به نظرم این کار میتونه تأثیر بذاره در تشویق به اصل حفظ قرآن. یک جور تبلیغ میدونی این کار؟ بله. خیلی خوب تشویق بکنید آقای حقویان. ماشاءالله از چشم بد دور باشید. ماشاءالله. 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 ماشاءالله.